وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أفلا يتدبرون القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نام الله بخشنده مهربان. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای الله تسبیح میگویند و او پیروزمند حکیم است. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اوست که کسانی از اهل کتاب را که کافر شدند با نخستین برخورد و گردآوری لشکر از دیارشان بیرون راند. گمان نمی کردید که آنها خارج شوند و خودشان نیز گمان می کردند که دژهای محکمشان آنها را از عذاب الله مانع می شود. پس عذاب الله از جایی که گمان نمی کردند به سراغشان آمد و در دلهایشان ترس و وحشت افکند، به گونه ای که خانه های خود را با دست خود و با دست مؤمنان ویران می کردند. پس ای صاحبان بینش عبرت گیرید. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. و اگر الله ترک وطن و آوارگی را بر آنان مقرر نداشته بود یقینا آنان را در همین دنیا عذاب می کرد و برای ایشان در آخرت عذاب آتش جهنم است. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. این آوارگی و عذاب به خاطر آن است که آنها با الله و پیامبرش مخالفت و دشمنی کردند و هر کس با الله مخالفت و دشمنی کند بیگمان الله سخت کیفر است. ما قطعتم من لینه او ترکتموها قائمتا علی اصولها فبإذن الله ولیخزی الفاسقین. آنچه از درخت خرما بریدید و یا آن را ایستاده بر ریشش باقی گذاردید به فرمان الله بود تا فاسقان را خار و رسوا سازد. و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولكن الله یسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. و آنچه الله از اموال آنها به پیامبرش بازگردانده و بخشیده است پس بر آن اموال نه اسبی تاختید و نه شتری ولی الله رسولانش را بر هر کس که بخواهد چیره می‌گرداند و الله بر هر چیز تواناست. ما افاء الله
على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. و آنچه الله از اموال اهل آبادی ها به پیامبرش بازگردانده و بخشیده است از آن الله و رسول و خیشاوندان او و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است تا این اموال در میان ثروتمندان شما دست به دست نشود و آنچه که رسول الله به شما بدهد آن را بگیرید و از آنچه که شما را از آن نهی کرده است خودداری کنید و از الله پروا کنید. بیگمان الله سخت کیفر است. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. این اموال برای فقرای مهاجری است که از خانه و اموالشان بیرون رانده شدند، از الله فضل و خوشنودی می طلبند و الله و پیامبرش را یاری می کنند، آنها راستگویانند. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. و نیز کسانی که پیش از آنان در دیار اسلام جای گرفته و ایمان آورده اند افرادی را که به سویشان هجرت می کنند دوست دارند و در دلهای خود از آن چه به مهاجران داده شده احساس حسادت و نیاز نمی کنند و ایشان را بر خود مقدم می دارند حتی اگر خود نیازمند باشند و کسانی که از بخل و حرص نفس خیش در امان بمانند و در راه الله انفاق کنند آنانند که رستگارند. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. و نیز کسانی که پس از آنها آمده اند می گویند پروردگارا ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفته اند بیامرز و در دلهایمان کینه ای نسبت به کسانی که ایمان آورده اند قرار مده. پروردگارا بیگمان تو رؤوف مهربانی. الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران اهل کتابشان که کفر ورزیده اند میگویند اگر شما را از سرزمینتان بیرون کنند ما نیز با شما بیرون خواهیم آمد و هرگز سخن کسی را در مورد شما اطاعت نخواهیم کرد و اگر با شما جنگ شود البته یاریتان خواهیم کرد. الله گواهی می دهد که آنها دروغگو هستند.
لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. اگر آنها را از وطنشان بیرون کنند ایشان همراه آنان بیرون نمی روند و اگر با آنها جنگ شود یاریشان نخواهند کرد و اگر هم یاریشان کنند البته پشت به میدان کرده و فرار می کنند و دیگر یاری نمی شوند. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ای مؤمنان شما قطعا در دلهای آنان بیش از الله مایه هراسید زیرا آنان مردمانی هستند که نمی فهمند. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. آنها هرگز دست جمعی با شما نمی جنگند مگر در روستاها و دژهای محکم یا از پشت دیوارها. جنگشان در میان خودشان سخت است. تو آنها را متحد میپنداری در حالی که دلهایشان پراکنده است زیرا آنها قومی هستند که نمی اندیشند. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم. داستان این یهودیان مانند داستان کسانی است که اندکی پیش از آنان بودند و در واقعه بدر سزای کار بد خود را چشیدند و برای ایشان عذاب دردناکی است. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. همچون داستان شیطان است هنگامی که به انسان گفت کافر شو پس چون کافر شد به او گفت من از تو بیزارم چرا که من از الله پروردگار جهانیان می ترسم. فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها و ذلك جزاء الظالمین. پس سرانجام کار آنها این شد که آنها هر دو در آتش دوزخ خواهند بود جاودانه در آن میمانند و این است کیفر ستمکاران. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ای کسانی که ایمان آورده اید از الله پروا کنید و هر کس باید بنگرد که برای فردا چه پیش فرستاده است و از الله بترسید بیگمان الله به آنچه انجام می دهید آگاه است. ولا تكونوا كالذین نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. و همچون کسانی نباشید که الله را فراموش کردند پس الله نیز آنان را دچار خود فراموشی ساخت آنها بدکار و نافرمانند. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. هرگز اهل جهنم و اهل بهشت یکسان نیستند اهل بهشت
رستگارانند. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم یقینا آن را از ترس الله خاکسار و از هم پاشیده می دیدی و این مثلها را برای مردم می زنیم باشد که بیندیشند. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. او الله است که جز او معبودی راستین نیست، دانای غیب و آشکار است، او بخشنده مهربان است. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. او الله است که جز او معبودی به حق نیست، اوست فرمان روا، منزه، بی عیب و نقص، تصدیق کننده پیامبرانش، مراقب اعمال بندگانش، قدرتمند شکست ناپذیر، شکوه مند و شکست دهنده مطلق، والا مقام و شایسته عظمت. الله از آن چه برای او شریک می آورند پاک و منزه است. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. او الله است، خالق هستی، آفریدگار آن از نیستی و شکل دهنده مخلوقات. نامهای نیک برای اوست، آنچه در آسمانها و زمین است تسبیح او میگویند و او قدرتمند شکست ناپذیر و حکیم است. این